دوستان سلام، جدیدن من ویدیویی دیدم و وایرال شده که خیلی متعجب کرده منو. اونم این بود که در یک ویدیو در این اینستاگرام دیدم که برای نشتی روغن هیدرولیک توصیه کردن که روغن ترمز در مخزن هیدرولیک بریزید و این داستان. میخوای یه روش نشونه بدم روغن ریزی جرفمونه به طور کامل قطع بشه؟ این کلیپو تا آخر ببین. دوستان عزیز، درب مخزن هیدرولیک رو باز میکنی، اندازه 4 تا سرنگ روغن رو از مخزن خارج میکنیم، روغن ترمز آبی 4 تا سرنگ روغن ترمز آبی وارد مخزن میکنیم و در مخزن رو میبندید. بعد از این کار ماشین رو روشن میکنیم، 20 دقیقه تو حالت درجا کار میکنه، چندین دفعه فرمون رو چپ و راست کنیم، تو این تایم روغن ریزی جرفمونتون به طور کامل قطع میشه. ببینید دوستان، این کار از پایه اشتباه هستش. تو این ویدیو قراره با هم دیگه دلیل اشتباه بودن اونو بررسی کنیم، مشکلاتی که در صورتی که این کارو کنیم به وجود میاره خدمتتون عرض کنم و راهکارهایی که لازمه شما برای جلوگیری از نشتی هیدرولیک انجام بدید و خدمتتون عرض کنم. بریم تا پایان این ویدیو با ما هم باشید. خب دوستان، ببینید چی میشه وقتی روغن ترمز رو داخل هیدرولیک نیست. اول از همه بدونید که روغن ترمز و مایع هیدرولیک فرمون دو تا دنیای متفاوت و جدا از هم دارن. روغن ترمز معمولاً بر پایه گلیکوله، ولی مایع هیدرولیک بیشتر روغن‌های معدنی یا سنتیتیک هستن. ترکیب این دوتا مثل ترکیب ماست و نوشابه است، نه تنها فایده نداره بلکه سیستم رو نابود میکنه. البته توضیح میدم که ریختن روغن ترمز به صورت موقت از نشتی مایع هیدرولیک از طریق اورینگ ها جلوگیری میکنه. راجب نشتی روغن هیدرولیک اصلا خودش داستان متفاوتی داره. بعضی مواقع نشتی روغن هیدرولیک به دلیل اورینگ ها و اورینگ های جعبه فرمون یا جک فرمون نیست یا پمپ هیدرولیک، بلکه به دلایل دیگه ای هستش، مثل همین شیلنگ ها یا همین در یا خود جک فرمون دچار مشکل باشه یا خود پمپ هیدرولیک و یا خود شیر فرمون لوله های فلزی اون دچار نشتی باشه. مورد های بسیاری پیش اومده که لوله های فلزی در واقع شیر فرمون دچار ترک بود و نشتی داشت. روغن ترمز به صورت موقت اون اورینگ ها رو به صورت انبساط در میاره، اورینگ ها بیشتر متورم میشن و همین باعث میشه که جلوی نشتی به صورت موقت بگیره. اما چرا میگم موقت؟ ببینید، کاس نمدها و اورینگ ها وقتی روغن ترمز میریزی باد میکنه، اما بعد از یک مدتی پاره میشن. این باعث میشه روغن هیدرولیک به قدر خالی بشه و ممکن باشه پمپ هیدرولیک بسوزه. چرا؟ چون روغن ترمز خاصیت روانکاری نداره که وقتی روغن ترمز میریزید در مایع هیدرولیک، چون خاصیت روانکاری نداره و برعکس خاصیت انحلال برخی مواد شیمیایی هم داره مثل همین اورینگ ها، باعث میشه که پمپ هیدرولیک حتی سوخته بشه، ضمن اینکه شیلنگ ها پوسیده میشن و نشتی بدتر میشه. در نهایت هم میبینید که فرمون ماشین خیلی سفت و کاملا قفل میشه. اما چرا بعضی ها این کار رو پیشنهاد میکنن؟ واقعیت اینه که بعضی از افراد فکر میکنن چون روغن ترمز خاصیت خورندگی لاستیک رو داره، اگه بریزن توی سیستم هیدرولیک باعث میشه اورینگا باد کنن و نشتی بند بیاد. در واقع این حرف درستی علمی هستش، این کار صورت میگیره، اما موقتا نشتی کمتر میشه. واسه مثل اینکه شما بخوای با چسب قطره‌ای یک زخم عمیق رو ببندید. در واقع این کار نه تنها نشتی رو درمون نمیکنه، بلکه سیستم رو از پایه نابود میکنه. پس راه درست چیه؟ شما اگر با نشتی هیدرولیک مواجه شدی چند تا راه امن و اصولی دارید. اولا قطعه خراب رو تعویض کنید. دوما
بعد از تعویض قطعه خراب از روغن مخصوص خودش استفاده کنید. خب بعضی مواقع شما به یک راه حل فورس ماژور نیاز دارید، توی جاده هستید و نیاز دارید که فعلا نشی گرفته بشه تا به یک مقصد برسید. افزودنی های بند آورنده نشی وجود داره که همون استوبلیک بهش میگن، که البته محصولات معتبری هستن که مخصوص سیستم فرمان طراحی شدن. واقعیت اینه که من بهش خیلی کم دیدم در کشور خودمون و امیدوارم که شرکت های تولید کننده روغن این محصول فورس ماژور رو برای خودروها هرچه سریعتر در بازار عرضه کنن، نه فقط برای هیدرولیک روغن هیدرولیک کاربرد داره، بلکه برای روغن ترمز هم کاربرد داره. حتی برخی در واقع مواردی هست که برای روغن موتور هم ساخته میشه. اینا طوری طراحی شدن که وقتی با هوا تماس پیدا میکنن صفر میشن و نشتی رو بند میارن. پس این راه حل موقت هم ممکنه کمک کنه تا شما به تعمیرگاه برسید و بعضی مواقع که نشتی از شیلنگه حتما عوضش کنید، از پمپ یا جعبه فرموده تعمیر یا تعویزش کنید و در واقع همیشه بهتر مشکل رو ریشه‌ای حل کنید، نه با راه حل‌های موقتی. ضمن اینکه حتما از روغن مخصوص سیستم فرمون خودروی خود استفاده کنید. بعضی از ماشین‌ها روغن ATF نیاز دارن و بعضی ها روغن فرمان مینرال نیاز دارن. پس بدونید که این کار نه تنها اشتباهه، بلکه میتونه جون ماشین رو بگیره. خب دوستان، همونطور که دیدید روغن ترمز در واقع مواد تشکیل دهنده اون، ساختار اون بسیار متفاوت نسبت به مایع هیدرولیک. اگر دیده باشید ما اگر روغن ترمز در گوشه ای از خودرو ریخته بشه، روی بدنی خودرو، روی قطعات خودرو، بلافاصله باید توصیه میکنن که آب بریزید که این روغن خسارتی وارد نکنه. دلیلش هم اونه که روغن باعث میشه که برخی مواد درون خودش حل بشه و همین عاملیه که خرابی همه سیستم هایی که روغن ترمز درون اون قرار دارن رو سریعتر و راحتتر کنه. اما راجع به خود سیستم ترمز اینجوری نیست. مایع روغن ترمز مواد تشکیل دهنده سیستم ترمز به صورت طراحی شدن که مقاومت بسیار بالایی در برابر این مایع داشته باشن، چرا که این مایع اگه قطعات درست و با کیفیتی استفاده نشه در سیستم ترمز ممکنه حتی به سیستم ترمز هم آسیب برسونه. در پایان ازتون میخوام اگه این ویدیو مفید بوده لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید، اگه سوالی هم در این زمینه دارید در قسمت کامنت ها در میون بذارید. موفق و معید و پیروز باشید.